بیش از 10,000 کارگر ایرانی در تهران در راهپیمایی روز جهانی کارگر شرکت کردند. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، کارگران در این راهپیمایی ضمن ابراز خواسته های خود به واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت اعتراض کردند. در 7 سال گذشته دولت ایران از دادن مجوز راهپیمایی در اول ماه می که در سطح جهان به عنوان روز جهانی کارگر شناخته می شود خودداری کرده بود. بنابر گزارش ها حضور کارگران بازنشسته نیز در راهپیمایی چشمگیر بود که خواهان همسانسازی حقوق خود با معیارهای سازمان بازنشستگی کشور بودند. کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در گفتگویی با خبرنگار ایلنا مراتب اعتراض خود را نسبت به افزایش حد اقلی مستمری سال 94 ابراز کردند. گروه‌هایی از کارگران شهر ری، قزوین، نیشابور، عراق و چند شهر دیگر کشور نیز برای حضور در راهپیمایی به تهران آمده بودند. اجازه برگزاری تظاهرات روز کارگر در سایر شهرهای ایران صادر نشده است. خودروهای نیروی انتظامی در مسیر راهپیمایی کارگران در تقاطع خیابان طالقانی وصال قرار گرفتند و سعی کردند راهپیمایان را از حرکت به سمت مرکز شهر باز دارند، اما راهپیمایان تلاش کردند از طریق خیابان وصال خود را به میدان فلسطین و نهایتاً خیابان طالقانی برسانند. نیروی انتظامی در نهایت مجبور شد مسیر راهپیمایان را باز کند. پس از باز شدن مسیر راهپیمایی، جمعیتی حدود 10,000 نفر از خیابان‌های اطراف در میدان فلسطین به هم پیوستند و شعارهایی علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر داده شد. در ضلع جنوب شرقی میدان فلسطین، حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر با بلندگوی دستی از پشت یک دستگاه وانت برای کارگران سخنرانی کرد. صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر مخالفت جامعه کارگری با واگذاری بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت را اعلام کرد. آقای صادقی با اشاره به حمایت کارگران از دولت حسن روحانی خواستار حمایت دولت از کارگران شد. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در جمع کارگران از رعایت نشدن کرامت کارگران در سالهای گذشته به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر سخن گفت و اظهار امیدواری کرد در سال آینده تظاهرات باشکوه تری برگزار کنند. در چند روز گذشته دست کم 5 فعال کارگری این تشکل‌ها بازداشت شدند. ابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و رضا امجدی از فعالان کارگری در استان کردستان از جمله بازداشت شدگان هستند. در روزهای گذشته اعتراضات کارگران کارخانه های ایران تایر، سامانکاشی بروجرد و قطار شهری اهواز ادامه داشته است. شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1394 را 712,000 تومان اعلام کرده است. گرچه این میزان نسبت به سال گذشته افزایشی 17% داشته، اما فعالان کارگری میگویند این میزان کفاف خرج زندگی آنها را نمی دهد. انجمن صنفی نانوایان سنندج و مریوان و انجمن صنفی معلمان مریوان در بیانیه مشترکی که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، تعیین دستمزد 712,000 تومانی از سوی شورای عالی کار را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون‌ها کارگر دانسته و خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم موجود در جامعه شدند. مذاکره کنندگان ایرانی گفتند کار مشترک دو طرف برای نگارش متن توافق‌هایی بر سر برنامه اتمی ایران امروز در نیویورک ادامه می‌یابد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا کار بر روی متن توافق جامع را دنبال کردند.
دوره نخست مذاکره معاونان وزیر امور خارجه و معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 5 ساعت و دور دوم که با وقفه 4 ساعته انجام شد 3 ساعت به طول انجامید. نگارش متن توافق جامع از روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در وین با مذاکرات ایران و اروپا به سرپرستی عراقچی اشمیت آغاز شد. نخستین موضوع که در این متن نوشته می شود چگونگی برچیدن تحریم هاست که عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران آن را پیچیده توصیف کرده است. یک دیپلمات ایرانی به ایسنا گفته است نگارش متن توافق در مذاکرات نیویورک از پنجشنبه به طور رسمی آغاز شده است. این دیپلمات که خبرگزاری ایسنا از اون نام نبرده گفته است نگارش متن به صورت مشترک با استفاده از متن قبلی که در مذاکرات وین در 3 آذر 1993 به دست آمده بود و همچنین نظرات جدید طرفین از این دور مذاکرات آغاز شده است. بنا به گفته این دیپلمات زمان پایان این دور از مذاکرات هنوز مشخص نیست و بعد از پایان این دور زمان دور بعدی مشخص می شود. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دانشگاه نیویورک گفت اگر ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه ژوئن به توافق برسند شورای امنیت سازمان ملل چند روز بعد با 1 قطعنامه تحت فصل 7 منشور این سازمان بر آن صحه می‌گذارد. طبق این قطعنامه همه قطعنامه‌های قبلی از جمله قطعنامه‌های تحریم ملغا می‌شود و برای دولت آمریکا هم الزام آور خواهد بود. ناظران میگویند اروپا از مذاکرات لوزان در فروردین به این سو تلاش کرده نقشی فعالتر در مذاکرات هسته‌ای ایفا کند و این گفتگوها را از حالت دو جانبه ایران آمریکا به 3 جانبه ایران اروپا و آمریکا بازگرداند. فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نیویورک به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت گام‌های نهایی در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران برای اتحادیه اروپا حیاتی است. جان کری نیز گفت همکاری در موضوع هسته‌ای ایران اولین اولویت همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا است. در خبر دیگر بنا به 1 گزارش بریتانیا هیئت تحریم‌های سازمان ملل را در جریان وجود 1 شبکه تدارکات هسته‌ای قرار داده که جمهوری اسلامی ایران از آن برای تامین نیازهای هسته‌ای خود استفاده می‌کند. نام 2 شرکت ایرانی تحت تحریم هم ذکر شده است. بر اساس خبری اختصاصی که رویترز روز پنجشنبه 10 اردیبهشت منتشر کرد، بریتانیا اطلاعات در مورد این شبکه و 2 شرکت مرتبط با آن را در تاریخ 31 فروردین در اختیار هیئت تحریم‌های سازمان ملل گذاشته است. کالای الکتریک که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد 2 شرکتی هستند که در گزارش یاد شده به نام آنها اشاره شده است. در گزارش هیئت تحریم‌های سازمان ملل آمده است به دلیل تنگی وقت فرصت نشده منبع مستقل دیگری درستی اطلاعات دریافت شده از بریتانیا را بررسی کند. بریتانیا و ایران تا زمان تنظیم این گزارش به این ادعا پاسخی ندادند. این خبر در حالی منتشر شده که ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 پس از امضای تفاهم نامه ای در لوزان سوئیس مشغول رایزنی بر سر متن توافق جامع هستند. ضرب العجل تنظیم این سند 9 تیر ماه تعیین شده است. اگر وجود شبکه‌ای که در گزارش سازمان ملل ذکر شده اثبات شود، ممکن است به تردیدها نسبت به پایبندی ایران به توافق نهایی با غرب بیفزاید. سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه PBS آمریکا مورد اعتراض کاربران شبکه اجتماعی و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران قرار گرفته است. همچنین تام کاتن سناتور آمریکایی خواهان مناظره با آقای ظریف درباره بخشی از گفته‌های او شده است. اعتراض روزنامه‌نگاران ایرانی متوجه بخشی از سخنان آقای ظریف است که گفته است ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم. آقای ظریف همچنین گفته است افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با چارلی روز مجری تلویزیون PBS آمریکا که روز چهارشنبه 9 اردیبهشت پخش شد تأکید کرده است مردم باید قوانین را رعایت کنند.
بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار ایرانی که بیش از 5 سال در زندان بوده است خطاب به آقای ظریف نوشته به عنوان یکی از زندانیانی که به خاطر عقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشتم مورد بازجویی، شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذراندم. شهادت می‌دهم همچنان که پیش از این احمدی نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور در این باره دروغ گفتند، دولت روحانی و وزیر خارجه اش نیز در این مورد دروغ می‌گویند. آقای احمدی در یادداشتی که در شبکه اجتماعی منتشر شده نوشته است: من به خاطر مطالب، گفتگوها و مقالاتی که در روزنامه‌های قانونی کشور داشتم، در سال 88 به 7 سال و 4 ماه زندان و 32 ضرب شلاق محکوم شدم که در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و 4 ماه کاهش یافت و همه این مدت را در زندان‌های اوین و رجایی شهر گذراندم. در طول مراحل بازجویی و به استناد حکم دادگاه و نظر بازجوی وزارت اطلاعات که خود را کارشناس معرفی می‌کرد، درباره مطالب منتشره در روزنامه‌ها مورد پرسش قرار گرفتم. حتی بازجوی وزارت اطلاعات نوشته‌ها و گفتگوهایی را که در سال‌های 81 و 82 داشتم در پوشه‌ای با خود آورده بود و با اشاره به آنها می‌گفت: پرونده خیلی قطوری داری، چطور می‌خواهی اینها را پاسخ بدهی؟ آقای ظریف در یادداشتی که روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته می‌گوید: علاوه بر جلسات رسمی، یک جلسه 2 ساعته پرسش و پاسخ در دانشگاه نیویورک داشتم که بحث چالشی ولی بسیار خوبی بود. در جلسه مورد اشاره آقای ظریف نیز گروهی از ایرانیان نسبت به ادامه اعدام‌ها در ایران و زندانی بودن رهبران جنبش سبز اعتراض کردند که در رسانه‌های ایران بازتاب نیافت. آقای ظریف از دادن پاسخ درباره عدم تلاش دولت روحانی برای آزادی رهبران جنبش سبز خودداری کرد. آقای ظریف درباره مصاحبه خود نوشته است: از یکی دو اشاره مؤدبانه و کاری که به سناتور کاتن، نویسنده نامی معروف 47 سناتور، کردم، وی خیلی عصبانی شده و در حساب توییترش شروع به ناسزاگویی کرده. جان هم جالب است. همزمان تام کاتن، سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس و از مخالفان توافق احتمالی هسته‌ای ایران و غرب، در یک پیام توییتری به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجی ایران در نیویورک واکنش نشان داد. وی در این پیام آقای ظریف را به مناظره درباره آنچه کارنامه ظلم، خیانت و تروریسم ایران نامیده و همچنین به مناظره درباره قانون اساسی آمریکا فراخوانده است. وزیر امور خارجی ایران روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای در دانشگاه نیویورک گفته بود: در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران لغو خواهد شد، خواه سناتور کاتن خوشش بیاید یا نیاید. تام کاتن در ادامه پیام توییتری خود نوشته است: با این حال خودداری آقای ظریف را از شرکت در چنین مناظره‌ای درک می‌کند، چون به گفته او اقامت محمد جواد ظریف در آمریکا هنگامی که ایران و عراق در جنگ بودند نشانگر شخصیت ترسوی اوست. جواد ظریف در واکنش به تام کاتن در توییتر گفت: چیزی که اکنون به آن نیاز است دیپلماسی واقعی است و نه ابراز چنین اتهاماتی. او همچنین با اشاره به دنیا آمدن فرزند سناتور کاتن ابراز امیدواری کرد که او در کنار خانواده در سور زندگی کند. کاخ سفید آمریکا تغییرات انجام گرفته در بدنه حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی را مسئله داخلی آن کشور دانست و اعلام کرد این تغییر و تحولات داخلی تأثیری بر روابط استراتژیک واشنگتن و ریاض ندارد. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، عربستان سعودی شریکی استراتژیک برای آمریکا و یک رهبر منطقه است و واشنگتن نیز به روابط نزدیک و سازنده خود با رهبران عربستان ادامه می‌دهد. این کار آشکارا به سود منافع ملی آمریکا و عربستان سعودی است و به همین دلیل اطمینان داریم ارتباط واشنگتن و ریاض به قوت سابق ادامه خواهد داشت. ملک سلمان روز چهارشنبه با صدور احکامی امیر مقرن بن عبدالعزیز
برادر ناتنی خود را که ولیعهد و دومین نفر در سلسله پادشاهی عربستان بود کنار گذاشت و برادرزاده تنی خود محمد بن نایف را جایگزین او کرد. امیر محمد بن نایف 55 ساله است و همچنین وزارت کشور را در دست دارد. در خبر دیگر از عربستان سعودی، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده روز پنجشنبه حمله گسترده شبه نظامیان حوثی از داخل خاک یمن به استان نجران را دفع کرده است و ده‌ها حوثی در این رویارویی کشته شدند. از 5 هفته قبل که عربستان سعودی بمباران هوایی مواضع حوثی‌ها در یمن را آغاز کرد، این نخستین بار است که شبه نظامیان حوثی حمله‌ای بزرگ در مناطق مرزی را سازماندهی کردند. به گفته وزارت دفاع عربستان سعودی، در حمله حوثی ها به پست های دیدبانی سعودی 3 سرباز این کشور کشته شدند. بیانیه وزارت دفاع عربستان می افزاید نیروهای زمینی سعودی با پشتیبانی حملات هوایی توانستند توان تسلیحاتی مهاجمان را نابود کرده و آنها را به عقب برانند و همچنین 10 تن از این شبه نظامیان را از بین ببرند. وزیران خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روز پنجشنبه پیشنهاد برگزاری مذاکرات صلح میان گروه‌های سیاسی یمنی در مکانی بی‌طرف را رد کردند. این وزیران خارجه در نشست خود که در ریاض برگزار شد اعلام کردند مذاکرات صلح میان گروه‌های سیاسی یمن باید در خاک عربستان سعودی انجام گیرد. تنش در یمن در حالی ادامه دارد که سازمان ملل توجه بیشتری بر مسئله ارسال سلاح از ایران به یمن مبذول داشته است. خبرگزاری فرانسه میگوید گزارشی محرمانه را دیده است از هیئت کارشناسان سازمان ملل که به موضوع ارسال اسلحه از ایران برای حوثی‌ها در یمن دست کم از سال 2009 میلادی می‌پردازد. این گزارش هفته گذشته به کمیته مربوط به تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش هیئت کارشناسان برای نمونه نتیجه تحقیقاتی را در مورد کشتی توقیف شده ایرانی از سوی یمن در سال 2013 میلادی را در بر می‌گیرد. شهر بالتیمور آمریکا با وجود برقراری مقررات منع آمد و شد شبانه، همچنان صحنه اعتراضات تازه به مرگ فردی گری جوان سیاه پوست است. صدها نفر همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و با آنکه مقررات منع آمد و شد شبانه به اجرا در آمده، ده‌ها تن از آنان در طول شب در خیابان‌ها ماندند. در فیلادلفیا نیز اعتراضات مشابهی برگزار شده است. فردی گری جوان 25 ساله سیاه‌پوست در حالی که در بازداشت پلیس بود درگذشت. آقای گری جراحاتی در ناحیه ستون فقرات و نخا داشت، اما شرایط مرگ او همچنان نامشخص است. نتایج اولیه تحقیقات پلیس در مورد چگونگی مرگ فردی گری علنی نشده است، اما معاون کمیسیونر پلیس بالتیمور گفته است تحقیقات تازه نشان می‌دهد که خودروی پلیس در راه انتقال آقای گری به زندان توقفی داشته که پیش از این در آن مورد صحبت نشده بوده. پلیس می‌گوید در تحقیقات خود فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و دوربین‌هایی را که صاحبان آنها بخش خصوصی است بررسی کرده است و از طریق یک دوربین بخش خصوصی متوجه توقف خودروی پلیس بین راه شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این فیلم در یک مغازه کره‌ای ضبط شده بوده. یکی از دادستانان از مردم خواسته در حالی که او در حال تصمیم گیری در این مورد است که آیا علیه 6 افسر پلیس درگیر در ماجرای دستگیری آقای گری اتهاماتی وارد کند یا نه، بردباری و آرامش داشته باشند. مرگ فردی گری 2 هفته اعتراض مردمی در شهرهای مختلف آمریکا از جمله در شهرهای نیویورک، واشنگتن و بوستون را در پی داشته که طی 1 هفته اخیر در مواردی خشونت‌آمیز نیز شده و با آتش سوزی و غارت همراه بوده است. آقای گری روز 23 فروردین هنگام دستگیری مجروح شد. وی بعد به کما فرو رفت و بعد از 1 هفته درگذشت. از تابستان گذشته که مایکل براون، جوان سیاه‌پوست به دست یک مأمور پلیس در شهر فرگوسن در ایالت میسوری کشته شد، در آمریکا بحث‌هایی در مورد توسل بیش از حد پلیس به زور به ویژه در برخورد با سیاه‌پوستان در جریان بوده است. تر
طرح پیشنهادی نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا در مورد کمک تسلیحاتی مستقیم به نیروهای سنی و کرد عراقی با مخالفت مقامات دولت عراق روبرو شده. این طرح در واقع در راستای بودجه نظامی امریکا در سال 2016 و کمک تسلیحاتی این کشور به عراق هستش و از طرف برخی نمایندگان جمهوری خواه امریکا مطرح شده. بر اساس این طرح پیشنهاد میشه که از مجموع 715 میلیون دلار کمک تسلیحاتی به عراق 25% این کمک ها به طور مستقیم در اختیار نیروهای پیشمرگه و سنی قرار بگیره، یعنی مبلغی معادل 178 میلیون دلار و 75% مابقی این کمک تسلیحاتی به دولت مرکزی عراق تعلق بگیره. لایه پیشنهادی نیروهای پیشمرگه و سنی رو تحت عنوان کشور در نظر گرفته و همین موضوع در واقع باعث خشم مقامات عراقی شده. برخی از تحلیلگران سیاسی در عراق معتقدند این طرح در ادامه طرح پیشین جو بایدن، یعنی تقسیم عراق به 3 منطقه مجزا هستش. منتقدان این طرح در عراق میگن که به کار بردن چنین ادبیاتی در طرح مذکور به منزله حمایت از تجزیه عراق هستش. در همین رابطه دفتر نخست وزیری عراق در مخالفت با این طرح روز گذشته با صدور بیانیه اعلام کرده که هر گونه کمک تسلیحاتی به عراق باید با رعایت تمامیت ارضی این کشور و تنها از طریق دولت مرکزی عراق صورت بگیره. اما خارج از دولت عراق مقتدا صدر از رهبران شیعی عراق نیز هشدار شدید و لحنی رو در این رابطه به نمایندگان امریکایی داده و گفته این طرح به معنای تجزیه عراق هستش و در صورت تصویب آن نیروهای نظامی تحت فرمانش منافع امریکا در عراق و خارج از این کشور رو تهدید خواهند کرد. اشاره بکنم که پیشتر البته برخی مقامات کردستان از امریکا خواستار کمک‌های نظامی بیشتری به این اقلیم شده بودند. اونها معتقد بودند اگر کمک‌های امریکا از طریق بغداد صورت بگیره احتمال کمی وجود داره که این کمک‌ها در اختیار کردها قرار بگیره. اما با این حال سخنگوی سفارت امریکا در بغداد در واکنش به این انتقادات گفته که این طرح هنوز در مرحله اولیه هستش و سیاست امریکا در قبال عراق همان سیاست پیشین خواهد بود، یعنی تأکید بر یکپارچگی عراق. او به مقامات عراقی اطمینان داده هر گونه کمک تسلیحاتی به عراق تنها از طریق دولت مرکزی این کشور صورت خواهد گرفت. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند از این پس کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا برای اطمینان از عدم دخالت احتمالی سپاه پاسداران ایران، کشتی‌های تجاری آمریکایی را به هنگام تردد در تنگه هرمز همراهی می‌کنند. با آنکه سیاست جدید در رابطه با حفاظت کشتی‌های تجاری ایالات متحده به هنگام تردد در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز هنوز به طور رسمی از سوی وزارت دفاع آمریکا اعلام نشده، اما مقام‌های آمریکایی از اجرایی شدن آن خبر دادند. اتخاذ این تصمیم در پاسخ به رخدادهای اخیر در تنگه هرمز صورت می‌گیرد که واشنگتن آن را رفتاری تحریک‌آمیز ایران توصیف کرد. اوایل هفته جاری قایق‌های جنگی متعلق به سپاه پاسداران با شلیک چند تیر اخطار به سوی یک کشتی تجاری متعلق به شرکت کشتیرانی مرسک در خلیج فارس، این کشتی را همراه با خدمه آن توقیف کرده و به ایران بردند. پس از این رخداد مقام‌های ایرانی اعلام کردند توقیف کشتی مرسک که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بوده به دلیل وجود اختلافات حقوقی ایران با شرکت کشتیرانی مرسک صورت گرفته است. جمعه هفته گذشته نیز قایق‌های گشت زنی ایران یک کشتی باری آمریکایی را قبل از خروجش از تنگه هرمز محاصره کردند، اما این حرکت حوادث بیشتری به همراه نداشت. پنتاگون در واکنش به این رخداد اقدام قایق‌های ایرانی را تحریک‌آمیز خواند. مقام‌های دفاع آمریکا گفتند تصمیم برای همراهی کشتی‌های تجاری آمریکا در تنگه هرمز به توصیه مرکز فرماندهی آمریکا انجام گرفته که مسئولیت هدایت عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را بر عهده دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته این تصمیم به اطلاع اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز رسیده است. این مقام آمریکایی با این حال اضافه کرده است واشنگتن تمایلی ندارد تا این حرکت به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز از سوی ایالات متحده علیه ایران توصیف شود، به ویژه آنکه در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران به مراحل حساسی رسیده است.
نیروی دریایی آمریکا تمایزی را میان همراهی کردن کشتی‌ها و اسکورت کردن آنها قائل است، هرچند این تمایز چندان بزرگ نیست. به گفته مقام‌های آمریکایی، کشتی‌های نیروی دریایی به هنگام عبور و مرور کشتی‌های تجاری آمریکایی نزدیک و همچنین درون آب‌های تنگی هرمز حضور خواهند داشت، اما آنها را به صورت دائم اسکورت نخواهند کرد. گفته شده است شرکت‌های کشتیرانی حمل و نقل در جریان این رویه جدید قرار گرفتند. طبق اطلاعات منتشره، کشتی‌های نیروی دریایی ارتش با کشتی‌های تجاری که در حال عبور از آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز هستند، ارتباط رادیویی مستمر خواهند داشت و احتمالاً ارتباط بصری خود را نیز در تمام طول مدت حفظ خواهند کرد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر با یک ناوشکن، کشتی USS فاراگات و سه شناور گشتی کوچک در آب‌های خلیج فارس حضور دارد. هنوز مشخص نیست که ایران به چه دلیل دست به توقیف کشتی مرسک زد. یک سخنگوی مرسک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این شرکت به تازگی اطلاع پیدا کرده که دادگاهی در ایران پیشتر این شرکت دانمارکی را به پرداخت جریمه 3,600,000 دلاری محکوم کرده است. ظاهرا صدور این حکم در رابطه با حمل 10 کانتینری بوده است که مرسک 10 سال پیش به سفارش یک شرکت ایرانی مستقر در دبی انجام داده است. به گفته سخنگوی مرسک، این شرکت هرچه در توان دارد برای حل مسئله توقیف کشتی مرسک به کار خواهد بست.